سلام آقای ضیا، بر شما و بیننده های گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در توییت تازه خود نوشت که استخبارات به تازگی به وی گزارش دادند که آنها این معلومات را مصدق نیافتند و با آن دلیل در این باره به وی یا معاونش گزارش ندادند. لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده، در یک توییت یکشنبه شب گفت که او توقع دارد اداره ریاست جمهوری ترامپ این ادعاها را جدی بگیرد. سناتور گراهام نوشت که کانگرس به اصل گزارش‌های مطبوعات در مورد نهادهای استخباراتی روسیه در افغانستان و پرداخت پول به طالبان در کشتن سربازان آمریکایی با هدف آوردن فشار بر آمریکا برای خروج از منطقه دست خواهد یافت. کریستین گیلبرند، سناتور حزب دموکرات، خواستار تحقیقات کانگرس درباره گستردگی این برنامه پول تشویقی به شمول اینکه چه کسانی و چه مقدار پرداخت شده و اینکه شناسایی شود که آیا آمریکایی در نتیجه این پول تشویقی کشته شده است یا خیر. سناتور کریستین گیلبرند گفت او تصور میکند که وقتی ما سربازانمان و خانواده هایشان میخواهیم با قبول خطر و برای ایالات متحده جانفشانی کنند، این کار با درک این است که ما در حد توان خطرات احتمالی را کاهش میدهیم و از قربانی ها به عزت یاد میکنیم. سناتور گیلبرند افزود که رئیس جمهور ترامپ به نظر میرسد کاملا در اجرای بخش مسئولیت خود ناکام بوده است. این سناتور گفت با اجرای تحقیقات، نظارت و تدابیر مسئولانه ما هنوز میتوانیم جلو این کار را بگیریم. بر طبق مقاله انتشار یافته در وبسایت واشنگتن پست، نیروهای آمریکایی تا سال 2018 تا سال 2020 میلادی 28 کشته داشتند. شمار علاوگی سربازان آمریکایی همچنین در حملات توسط نیروهای امنیتی افغان جان باختند که به گزارش روزنامه واشنگتن پست ممکن توسط نفوذ طالبان انجام شده باشد. این روزنامه نوشته که این معلومات طبق استخبارات از مقام‌های عملیات خاص ایالات متحده در افغانستان است که توسط اداره مرکزی استخبارات آمریکا تصدیق شده است. اگرچه کایلی مک آینی، سخنگوی قصر سفید، یکشنبه گفت که نیویورک تایمز به نادرستی گزارش داد که به ترامپ در مورد این استخبارات گزارش داده شده است. هم روسیه و هم طالبان گزارش‌های پرداخت و دریافت پول تشویقی را رد کردند و مسکو این گزارش را اتهامات بی‌اساس و نامشخص خواند. آقای سیر،